مسیر مهاجرتم اگر برگردم عقب چه کارهایی رو انجام نمیدم این سوالی بود که چند نفر از من پرسیدن و من به خاطرش این ویدیو رو درست کردم تا شیش مورد از تجربیاتم و تو این مسیر براتون تعریف بکنم با من همراه باشین سلام من پانیس هستم تو کانالم سعی دارم هر چیزی که مربوط به فرانسه و تجربیات خودم از زندگی تو فرانسه است براتون تعریف بکنم اولی موردی که میتونم ها در موردش صحبت بکنم مسئله زبانه شاید اگر من برمیگشتم عقب برای اینکه برم دانشگاه و مستر ادامه بدم و اینا انقدر عجله نمیکردم وای میستادم ترمای بیشتری کلاس زبان میرفتم زبانم رو تقویت میکردم واقعا وقتی مطمئنم که من زبانم خیلی خوبه میرفتم دانشگاه و اصلا عجله ای نداشتم تو این کار چرا چون زبان اولین صددیه که تو دانشگاه جلو رات سبز میشه نمیذاره مطالب متوجه بشی نمیذاره دوستای خوب پیدا بکنی دوستایی که بتونی تو جامعه ادغام بشی باشون دوست شی بیرون بری فرهنگشون رو یاد بگیری یه جایی گیر نجات پرسا ممکنه بیفتی یه جایی گیره اینکه حالا بچه ها تو دانشگاه با تمگوری نشن بگن این زبانی سعیف ولش کن بعد اصلا نمیتونی امتحانا رو خوب بنویسی بعد اصلی ترین هدفت اینه که خب درس بخونی وقتی اولین ابزار بر درس خوندن رو نداری چه ارزشی داره چرا باید من عجله کنم که برم زود دانشگاه اون موقع من این شکلی فکر نمی کردم و فکر می کردم که نه من اومدم درس بخونم و باید عجله کنم دیگه باید زودتر چه زودتر برم مستر رو مثلا من تا فلان سنم حتما باید ارشدم تموم بشه و از این فکرهایی که ما تو ایران می کردیم دیگه همونا رو با خودم آورده بودم و مشکل بر خودم درست می کردم. تموم شد خیلی تاثیر گذار بود مورد بعدی مربوط میشه به ارتباطاتم با بقیه وقتی دوست پیدا میکردم به نظرم اون موقع من باید بیشتر دقت میکردم که هر کسی رو وارد حریم شخصیم نکنم جدی؟ یعنی تو خونم نیارمش تو اول, اول دوستی ها خیلی قشنگ نیستش که به دوستت بگی خب بیا بریم خونه من اولین بار بیا خونه من دعوت کنی خونه خودت ببینیش یه جورای خونه اینجا خیلی برای تریم شخصیه و باید واقعا هر کسی رو توش را ندی بنا به هزاران دلایل و واقعا این رسمی که اینجا دارن این کاری که اینا میکنن خیلی قشنگه که وقتی با کسی دوست میشن وقتی حالا خیلی مطمئن نیستن این آدم خوبه بده چجوریه باش قرار میزنن برن تو کافه قرار میزنن برن یه ایونتی یه جای قشنگی یه موزه یه جایی که بتونن با هم وقت بگذرونن بیشتر همو بشناسن وقتی که مطمئن شدن واقعا این آدم میتونه دوست من باشه شبیه منه اون موقع دعوتش میکنن تو خونشون و خب اصلا بعضی موقع شاید دعوت نکنن چون خونهشون انقدر کوچیکه که همون بیرون وقت گذروندن رو بیشتر دوست ولی خب ما ایرانی ها خیلی دوست تو خونه وقت بگذرونیم با هم غذا ایرانی بخوریم کارا این شکلی ولی به نظرم باید واقعا به رابطه وقت داد تا ثابت شن امتحانشون رو پس بدن بعد کسی رو وارد حریم شخصی خونت کرد یه موردی که من خیلی دوستش داشتم ولی همیشه همه بهم اختار میدادن و من گوش نمیدادم و میگفتم نه شما دارین اشتباه میکنین اصلا این شکلی نیست بستگی به آدمش داره و نه. خیلی دیگه این اشتباه همیشه این شکلی هم. هی میگی نه نه اصلا اینطوری ای نیست اینطوری ای نیست ای ای نیست, ای ای نیست ولی آخرش یه جایی بهش میرسی و اون این بود که دوستای سمیمی با با همدیگه دوست نکنه این خیلی همچنان برا من داستان غمگینیه و خیلی بابتش ناراحت میشم چرا باید این اتفاق بیفته اصلا من بیشتر وقتی بهم خوش میگذره که همه دوستان همه با هم کنار من هستن ولی تجربیاتی که داشتم چیزایی که دیدم انگار که اصلا ذات انسانی شکل دیگه نمیدونم چه اتفاقی میفته ولی وقتی دوستای صمیمیت با هم دوست میشن امیدوارم که من این شکلی نباشم و هیچ وقت این شکلی نبودم ولی وقتی با هم دیگه دوست میشن میرن میشینن یه چیزایی برای هم تعریف میکنن یا اصلا با هم صمیمی میشن یا هر اتفاق دیگه ای و اون کسی که وسط میکوبنش توی یا در موردت یه کلاق هزار کلاق میکنن چی میگن بهش؟ یک کلاخ هزار کلاخ؟ یک کلاخ چیل کلاخ؟ نمیدن این کار میکنن یا یه چیزایی که اصلا تو انجام ندادی و به هم دیگه میگن و باعث اختلاف میشن یا بعضی موقع اصلا قصدی ندارن بعضی موقع واقعا قصدی دارن اصلا خیلی جریان پیچیده میشه انقدر جریان پیچیده میشه که تو وسط همه داستانهایی که اینجا تو زندگی اینجا داری اصلا دیگه انرژی نداری که به اینم رسیدگی بکنی ببینی چرا اینجوری شد چرا این این فکر رو کردن چرا اصلا چرا مورد بعدی مربوط میشه به کسایی که کمکت میکنن یه کمکی بهت میرسونن حالا هر کمکی مهم نیست این آدما چیزی که تجربه بود و فهمیدم از این آدما باید تشکر کرد قدردانی کرد قدردانی خیلی خیلی مهمه تو زندگی آدم واقعا یعنی نباشه اصلا نمیشه یعنی قد قرمز منه باید تشکر و قدردانی کرد ولی فقط تا یه حد خاصی اگر این حد بگذره و یکم زیادی تشکر بکنی همش مثلا هر جا رفتی بشینی بگی آره این آدم زندگی من نجات دادی این آدم به من فلان جا کمک کرد اگر این نبود فلان میشد و اینا کم کم این آدم باورش میشه که واقعا اگر نبود تو بدبخت میشدی و دیگه این باور خودش رو دیگه هی پرورش میده هی تو ذهنش بزرگترش میکنه هر جا میره دیگه اون میشینه میگه که آره زندگی اینو من نجات دادم اینو من کمکش کردم فلان کردم این چیزا اصلا باعث سو تفاهم میشه یعنی اون طرف مقابل اصلا تقصیر نداره ها ذات انسانی شکلیه وقتی هر آدمی هم اصلا تو رابطه های عاشقانه همی شکلیه وقتی هی به طرف میگی تو چقدر خوبی چه قشنگی چه سری چه دومی عجب پایی یه طرف میگه چقدر من خوبم دیگه من همه چی عالیه من اصلا پرفکت فلان دیگه اصلا تحویلت نمیره دیگه اصلا فکر میکنه خدا همونه دیگه خدا خودش رو همه رو نجات میده همه هم بندشن. چه اگر این موها اجازه بدن من صحبت کنم و حواسم پرت نشه به این چیزی که آفریدم اینجا وقتی میشینم پای چیزی که بنویسم همه خودکار کارا رو میزنم به خودم و این ورورم رو نابود میکنم الان دیدم این چیه من دارم با این ویدیو میگیرم حرفم میزنم ببخشید دیگه حالا دیگه اینجوریه برم رو مورد پنجم و مورد پنجم اینه که خودمو دیگه یعنی اگه برمیگشتم عقب خودمو برای کمک به کسی که تازه واردن تازه اومدن دیگه شهید نمیکردم یعنی به هیچ وجه این کار نمیکردم اجازه میدادم کسایی که جدید اومدن یه چیزایی خودشون تجربه کنن و خودشون متعجب بشن چرا چون وقتی یه چیزایی یه خیلی بهشون میگی که این کار نکن اون کار نکن نمیدونم این به نفته نمیدونم این برات ارزون تره این کار همه خودتون میدونید دیگه همین کاری که حالا همچنان هم دارم میکنم ولی خب قبلا بیشتر بود حس میکنن انرژی منفی میدی تو زندگیشون دخالت میکنی چقدر گدایی همش میگی این ارزونه این بهتره نمیدونم این کار بکن اون کار نکن همه این مارکا رو همه شونو میخوری و اون وسط تنکست که ناراحت میشه خودتی هی با خودت میگی خب من که میخواستم کمک کنم چرا این شکلی شد و واقعا کسی رو جز خودت نمیتونی مقصر بدونی چون که خودت بودی که خواستی این کار رو بکنی یعنی طرف مقابل تقصیر نداره طرف مقابل تازه رسیده و از یه چیزایی خبر نداره زمان میبره تا این رو بدونه و اولش مخصوصا با دیدگاه رویای مهاجرت که میان اولش خیلی عذیتن بعد یه چیز دیگه که وقتی سالهای مهاجرتت زیادتر میشه اون کسایی که تازه میان با تو از لحاظ زمانی هم نسلی و زمانی هم خیلی فرق دارن مثلا من اگه هشت سال اینجام الان دیگه اون, بط... اون موقع که من ایران بودم بعضی بچه بودن الان اون بچه ها بزرگ شدن و جوون های ایران الان اونان اه... یعنی تازه جوون ها و اونا اصلا یه دیده دیگه دارن یه خیلی چیزا فرق کرده تو ذهنشون و من هیچ دیدی از اون ندارم از اونا ندارم واقعا یه چیزایی رو نمیدونم بعد وقتی میان اینجا اصلا با هم حرف میزنیم حرف همون نمیفهمیم و اصلا یه فاجعه عجیب غریبی میشه به خاطر همین من خیلی از این مسئله یاد گرفتم متوجه شدم با بعضی ها اصلا نه به مکالمه بشم با بعضی ها یه مدل دیگه حرف بزنم بعضی رو دک بکنم که شاید قبلا درک نمیکردم و خیلی مسائل مشابه دیگه که میتونن واقعا مشکل آفرین بشن مورد بعدی که خیلی مهمم هست اینه که بیشتر برای تفریح هم وقت میذاشتم یعنی چی؟ یعنی من فهمیدم که اگر انرژی و روحیه کافی برای انجام کارهامو داشته باشم یه بخش م... زیادی از مسیر رو رفتم یعنی اون کار رو انگار انجام شده بدون و خیلی خیالت راحت تره که انرژیش رو دارم انجامش میدم حالم خوب انجامش میدم و تفریح بسیار 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 مهمه اینا تجربیاتی بودن که دوست داشتم باتون با به اشتراک بذارم چون که واقعا برای به دست آوردنشون هشت سال تمام از زندگی مد دادم و دونه دونه پای هر کدومشون کلی انرژی و وقت و روحیه و همه چی از دست دادم تا اینا رو بفهمم بسیار مخالفت ها کردم با بقیه که نه اینطوری نیست ولی آخرش همونطوری شده این تجربیات منو خیلی بزرگ کردن یعنی تو این ویدیو اعتراف می‌کنم که خیلی خیلی بزرگ شدم ولی خب لازم بوده مخصوصا وقتی توی سنی مهاجرت میکنی که حالا سنت کمه خیلی چیزها رو تجربه نکردی نمیدونستی و با اینا اینجا آشنا میشی مهاجرت خیلی بزرگیت میکنه و من دوستشم اینا رو بهتون بگم خیلی خیلی ممنون میشم اگر لایک کنید سابسکرایب کنید زنگوله رو فعال کنید زنگوله خیلی مهمه من همیشه یادم میره بگم زنگوله رو اگه فعال کنین من وقتی ویدیو میذارم شما اولین نفری میشین که این ویدیوها رو میبینید و تجربیات من ممکنه به دردتون بخوره دیگه حالا ما حتی اگه هم نکرده باشین اینا چیزایی که آدم با بزرگ شدن سنش باید یاد بگیره تو روابتش با آدم ها باید رایت بکنه استفاده از تجربیات دیگران باعث میشه که یه چیزایی رو ما انجام ندیم حالا درسته ممکنه بعضی تجربیات اشتباه باشن درست باشن نمیدونم ولی من خیلی دوست دارم به حرفای بزرگتر از خودم هر کسایی که تجربیات مختلف داشتن گوش کنم و اینا ببخشید این مو هم منو کشت هم شما رو کشت <applause> خلاصه لایک و سابسکرایب و اینا یادتون نره برام بنویسید چه ویدیوهایی دوست دارید براتون درست کنم مثل همینی که سوال کرده بودم و من درست کردم و خیلی بابتش خوشحالم که چیزی که واقعا سوال بوده و ویدئوی مشابه دیگه که اینجا میذارم و حتما ببینید دوستتون دارم خدا نگهدارتون